تاقها همون قوس های سبودی که نیرو رو به شکل فشار به پایه منتقل سلام بچه ها خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه از پلیلیست فن ساختمون من خدا خداشناسم و امروز قراره با هم در رابطه با تاقها، تویزه ها و گنبدها ها صحبت کنیم توی قسمت قبل راجع به قوس ها صحبت کردیم این یه جورایی ادامه بحث سازه های فشاریه که حالا راجع به انواع مختلفشون، رفتار سازه ایشون و چند تا نمونه از این سازها با هم دیگه حرف می میزنیم اما قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون ممنون میشم که اگر هنوز کانال تان رسون دات آرشیتک رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین ویدیو رو لایک کنید و برای باقی افرادی که فکر میکنید به دردشون میخوره ویدیو رو حتما بفرستید توی قسمت قبل راجع به قوس ها حرف زدیم بهتره بدونید که تاق ها قوس های هستند هستن که میتونیم به دو دسته تقسیمشون کنیم تاق های که انحناشون توی یه جهته و گنبد های قوسی که توی دو جهت انحنا دارن های مثل قوس ها مقاطع مختلفی دارن که معروف در همون قوس های نیم دایره و سهمی و گوتیکه که توی قسمت قبلی راجع بهشون حرف برای اینکه رفتار سازه‌ای تاغ ها رو بهتر متوجه بشیم بهتر اونا رو با قوس ها مقایسه کنیم وقتی ما سازمون از قوس های موازی ساخته شده باشه تو باربری نقطه ای هر قوس بار رو به تنهایی تحمل میکنه و قوس های موازی دیگه توی باری که روی اون قوس هست شرکت نمیکنه ولی وقتی این بار متمرکز به یه تاق وارد میشه چون این سازه یک پارچه است بار با زاویه 45 درجه تو سازه پخش میشه و کل تاق تو تحمل بار شرکت میکنه حتی وقتی بار جانبی به سازه های قوسدار وارد میشه مثل دومینو روی هم میفتن و سازه ناپایدار میشه ولی توی تاق به خاطر مقاومت برشی که داره جلوی بارهای جانبی مقاومت میکنه توی قسمت قبل در رابطه با دردسرهایی که ممکنه رانش توی سازه های قوسدار به وجود بیاره صحبت کردیم گفتیم که نیرویی که حالا به جهت افقی رو به بیرون وارد میشه ممکنه قصر رو به درد سر بندازه حالا توی سازه های تاقی هم ما این مشکل رو داریم که میخوایم رو با هم بررسی کنیم اگر تاق تا روی زمین ادامه پیدا کرده باشه نیازی نیست که رانش اون مهار بشه و خود نیروی استکاک برای مهارش کافیه. ولی اگه تاق روی یه دیوار یا روی یک تیر اجرا شده باشه باید روش هایی که میگم رو برای مهار رانش استفاده کنیم اولی زخیم کردن یا به اصطلاح ماهیچه دار کردن پای تاق دومی استفاده از پشبندهای متصل توپور رومانسکیه روش بعدی استفاده از تاقای نیمه گوتیکی یا پشبند معلق و روش آخر استفاده از رانشگیر یا اتصالات فلزیه اکثر این روش ها شبیه هم به روش های مهار رانش توی قوس ها که تو قسمت قبل توضیح دادیم به خاطر همین زودتر میریم سراغ تعویزه ها شاید قبلا هم اسم تعویزه رو شنیده باشین تعویزه ها در واقع از تقاطع دو تا تاق عمود به هم به وجود میان که سه نوع مختلف دارن اولی مدل تعویزه رومیه توی حالت رومی دو تا تاق متقاطع کاملا مشابه همدیگه هم. و تو پلان خطوط مستقیمی میسازند که با افق زاویه 45 درجه داره حواستون باشه که دهنه ها توی تعویزه های رومی با همدیگه برابرن دومی مدل تعویزه های رومانسک هستن این تویزه ها از تقاطع تاقهای های نیم دایره با اندازه های متفاوت ایجاد میشن که خطوط متقاطعشون تو پلان منحنی و دهنه های نامساوی دارن به خاطر برابر نبودن دهنه های این تعویزه ها رانشی که تو محل تقاطع به وجود میاد تعادل نداره و برای حفظ پایداریشون از روش های رانشگیری که گفتیم استفاده بشه حالا تعویضای گوتیکی چطورین اینا اومدن مشکل رانش رومانسک رومانسکو با جایگزین کردن تاق تیزدار به جای تاق رومانی حل کرد و اگه یادتون باشه گفته بودیم که تاقهای تیزدار چون به منحنی بهینه نزدیکتر هستن رانش کمتری دارن و ما میتونیم با تو اجراشون از ماهیچه تاق کم کنیم خطوط تقاطع پلان تو تعویزه های گوتیکی مثل تعویزه های رومی مستقیم توی ادامه صحبتمون ما میخوایم بریم سراغ گنبدها گنبدها حالا چی هن؟ اگه بخوایم خیلی ساده بگیم گنبد در واقع یه قوس که 360 درجه دور خودش چرخیده حالا بنا به مقطع اون قوس و به حالت خود اون قوس این گنبد میتونه حالت مختلفی داشته باشه نیم دایره باشه تیزه دار باشه یا مثلا منحنی تنابی که قسمت قبل صحبت کردیم راجعش باشه و اینجور موارد. دقت کنید که اگه یه گنبد بنایی شکسته بشه دلیلش رانش رو به بیرون یا کشش های اطرافه که برای مقابله با این قضیه هم همون روش های پایداری قوس و تاق رو به کار میبریم توی دوره بیز بیزانس تکیگاه های بنایی لچکی ها بودن حالا این لچکی ها چی هستن و چه کمکی به سازه ما میکنن با استفاده از لچکی ما میتونیم یه سری نیم گنبت با شعاع بیشتر به سازمون اضافه کنیم که به سازه کمک میکنه تا رانش گنبد رو به دیوار زیر گنبد انتقال بده جدا از این نیم گنبدها یا همون نیم کره ها ما میتونیم از نیم گنبدهای کوچیکتر یا تاق گهواره هم باز برای تقویت سازمون با استفاده از لچکی استفاده کنیم دست بعدی تاقایی که میخوایم راجبشون صحبت کنیم تاقای لاملا هستن لاملا ها قوس های مورب متقاطعی هستن که یه شکل الماسی برای ما میسازن ما دو نوع سازه لاملا داریم لاملا استوانه و گنبدهای های لاملا بهترین مساله برای اجرای این سقف های لاملا چوبه و بهترین هندسه برای اجرای این سقف ها مربعه حالا این سقف های لامل ها برای ما دو تا مزیت مهم دارن اولا که باعث میشن دهنه های موثر تیرا کوتاهتر بشن و همین کوتاهتر شدن دهنه ها باعث دومین ویژگی مثبت یعنی سخت شدن گوشه های سخت میشه اما گنبد های لامل ها رفتارشون شبیه به پوست است حلقه بالایی توی گنبد تنش فشاری و حلقه پایینی تو گنبد تنش کششی رو تحمل تا اینجا صحبت اون سعی کردیم رفتار سازه‌ای تاقا و گنبدا اینا رو با هم بررسی کنیم انواع مختلفش رو ببینیم حالا می‌خوام بریم سراغ چند تا نمونه مختلف که نمونه‌های اتفاقا معروف‌تر یعنی این رو بررسی کنیم. یه مقدار هاشون برامون آشناتر اولین نمونه هم گنبد کلیسای فلورانسه که برنولسکی اون رو طراحی کرد گنبد این پروژه از تقاطع چند تا تاق تیزه شکل گرفته برای خونسا کردن رانش گنبد دندونه های عمودی از بالا به پایین زخیم تر شدن و پلان این ساختمون یه ایوون هشت وجهیه پروژه معروف بعدی که گنبدش روی یه لچکی اجرا شده مسجد ایاسوفیه استانبوله که در واقع وزن این گنبد و لچکی از طریق ستون‌ها و دیوارا به زمین انتقال پیدا کرده از اون طرف خود نیم گنبد های اطراف گنبد اصلی مثل پشبند معلق جلوی رانش گنبد رو میگیرن پنجره ها تو این پروژه با یه زاویه 50 درجه اجرا شدن تا بتونن ترک های شعاعی رو به حداقل برسونن و نورگیری زیر گنبد رو بهتر کنن پروژه بعدی که قطعا میشناسیدش مسجد امام اصفهانه که تو دو دوره صفوی ساخته شده گنبد این پروژه یه گنبد دو پوسته گسست است توی بام این پروژه تاقای زیادی به کار رفته که وظیفهشون ملایم کردن تابش آفتاب و جلوگیری از نفوذ سرمای شدید کویر و پایداری سازه در برابر زلزله است دو تا پوسته این گنبد به واسطه تیغه ها به هم دیگه وصل میشن این مسجد که به عنوان مسجد جامع عباسی شناخته می شده به شیوه اصفهانی طراحی شده پروژه بعدی گنبد سلطانی است که بزرگترین گنبد آجری جهانه که توی سال 1302 تو زنجان ساخته شده گنبد این پروژه قوس شبدری تند با مقطع تخم مرغی بلند کشیده است پلان این پروژه یه هشت و گنبد روی این هشتا پایه سوار شده تو این پروژه از جرس های سنگین برای عایق حرارتی کمک گرفته شد و آخرین پروژه‌ای که میخوایم بررسی کنیم ساختمون کیریسال پالاسه که تو سال 1851 توی لندن ساخته شده ساختمون این پروژه از یه سری تاق مدولار پیش ساخته تشکیل شده که هر کدوم از این ها از یه شبکه فولادی ساخته شدن این پروژه که طراحش از برگ گیاه به شکل تره الهام گرفته به عنوان نمایشگاه کاربرد داشته و نصب قطعاتش توی ده روز انجام شده خیلی ممنون که تا آخر این قسمت همراه من بودید امیدوارم از مطلبی که توضیح دادم خدمتتون لذت برده باشین اگه اینطور بود ویدیو رو حتما لایک کنید برای بقیه افراد بفرستین و کلا نظرتون برامون بنویسین حالا نظر مثبت منفی اگر فکر می‌کنین بهتره که این سازه ها رو بیشتر و کاملتر بررسی کنیم بگین اگه فکر می‌کنین که مثلا تا همینجا اوکیه نظرتون رو کنه در رابطه با محتوا بهم بگید برای حمایت از ما لطفا کانال تایم رسوم داد آرشیتک راحت حتما سابسکرایب کنید و اگه خواستید حمایت بیشتری از ما بکنید میتونید از لینک حامی باشی که زیر ویدیو هست حمایت نقدی بکنید خیلی ممنون مختصرا فعلا